از اونجایی که وحشیگری این روزهای اطلاعات سپاه بیش از پیش شده و با شنیدن هر کلمه و دیدن هر عملی که به مزاجشون خوش نمیاد به مردم حمله میکنن و اونا رو بازداشت میکنن و به ناکجا آبادشون میبرن نیروهای اطلاعات سپاه به خونه و دفتر کار یک ناشر در حوزه هنر و ادبیات کرد در ایلام یورش بردن و ضمن تفتیش برخی وسایل شخصیشو ضبط کردند به گزارش سایت حقوق بشری هنگا که اخبار مناطق کردنشین ایران رو پوشش میده نیروهای اطلاعات سپاه روز دوشنبه هجدهم بهمن در پی حمله به خونه و دفتر کار محمد مرادی نساری مدیر نشر باشور وسایل شخصی این شاعر از جمله کامپیوتر و تلفن همراهش رو ضبط کردند. نیروهای اطلاعات سپاه درباره دلایل این اقدام طبق معمول توضیحی ندادند و مجوزی ارائه نکردند. نگاه گزارش داده این دومین باریه که نشر باشور توسط این نیروها تفتیش میشه بر اساس این گزارش مرادی نصاری هم در سالهای اخیر بارها توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه پاستاران احضار شده و در رابطه با فعالیتهاش مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته نشر باشور به عنوان ناشر تخصصی ادبیات و هنر با تمرکز بر زبان و ادبیات کردی جنوبی در سالهای اخیر در زمینه انتشار کتابهای کردی فعالیت داشته این انتشاراتی از سه سال پیش هم جایزه ادبی رو در دو بخش پژوهش و نقد ادبی و علمی به نویسندگان کرد ایرانی اهدا کرده با وجود اعتراض اقلیت‌های های مختلف قومی به محدودیت ها در خصوص آموزش به زبان مادری، جمهوری اسلامی نه تنها مانع آموزش زبان قومیت ها در سیستم رسمی آموزش کشور شده، بلکه با فعالان این حوزه که در راستای اشاعه و حفظ زبان بومی فعالیت می برخورد و اونا را با اتهاماتی چون فعالیت علیه امنیت ملی میکنه از جمله زهرا محمدی فعال مدنی و مدرس زبان کردی در خرداد 1398 بازداشت و در تیر 1399 به اتهام تشکیل گروه علیه امنیت کشور به ده سال حبس محکوم شد رئیس تیم پزشکی خامنه ای یه سری حرفای تهوع آور گفته. علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در برنامه سلام تهران شبکه 5 سیما با اشاره به ساده زیستی رهبر معظم انقلاب در زندگی شخصیش گفته از اونجایی که با خانوادهشان در ارتباط بودم میدونم که همسرشان خارقلاده بوده و تمامی اعضای خانواده ساده زیست هستند رئیس فرهنگستان علوم پزشکی اضافه کرده خود ایشان در زندگی تغذیه و غیره تلاش می مانند پایین ترین طبقات زندگی کنند مثلا وقتی به ایشان توصیه می کنیم که میوه خوردن برای بدنتان لازم است جواب منفی نمی دهند اما وقتی میخواهند میوه را خریداری کنند سوال می کنند که ارزان ترین میوه کدام است و ارزان ترین مواد غذایی چه چیزی است همیشه دلشان میخواهد با سختی طبقات پایین آشنا باشند این ویژگی کمتر بین مسئولین و افراد پیدا میشه مرندی با بیان مثالی از لباس پوشیدن خامنه ای گفته لباس های ایشان را همیشه تمیز میبینیم اما گاهی دیده میشود که سوراخ دوخته شده البته ممکن این مورد در تلویزیون دیده نشه ولی ما که از نزدیک ایشونو زیارت میکنیم میتونیم ببینیم بعدم یکی از خاطرات مسخرش رو تعریف کرده و گفته یک بار به سفر کربلا رفته بودیم و عبایی برای ایشان آوردم بعد از چند روز به من گفتند آیا میشود این عبا را داده و به جای آن سه عبای دیگر بدوزم البته آن عبا نیز ویژگی خاصی نداشت اما مقداری قیمتش از متوسط بیشتر بود ایشان حاضر نبودند از آن استفاده کنند و من طبیعتا حرفی نداشتم که بزنم هر گونه که فکر کنیم ایشان بهترین الگو برای یکایی که ما مردم هستند. مرندی با اشاره به تبعیت مردم از خامنه ای علا مشکلات فعلی مطرح کرده آمه مردم هم زمان امام خمینی و هم در زمان فعلی از رهبری تبعیت می کنند و به همین دلیل جمهوری اسلامی این گونه شده هم به خاطر رهبری و هم به خاطر مردم بعدم ادامه داده افراد با وجود اینکه مشکلات اقتصادی و غیره دارن به خاطر اصل نظام اونا رو تحمل میکنن تمام این موارد علا رقم فشارهای اقتصادی که از خارج از کشور میاد اما مردم پای مردی میکنن و اکثریت مردم افراد خوبی خدایی خدای این آخری رو درست گفته اکثریت مردم آدمای خوب و با حجب و حیا و آبروداری که شما لاشخورا و کفتارا دارین خونشون رو میمکین و هنوز بهتون اجازه دادن بتونین نفس بکشین و پشت تیریبونای نظام کثیفتون زر مفت بزنین. سیستان برسانید. ما تولید میکنیم ما به بقیه کمک میکنیم ما نیاز به کمک نداریم وقتی که این دو مطلب بر مردم سیستان بشه من به نماینده ها گفتم همیشه گفتم همین مطلب رو و هیچ اقدامی در این مورد نشده نگاه کنین چند درصد مردم این رو بر سرشون دارن اینجا این سنت شده در بین مردم سیستان الان سنت ما جناب شما رو به خدا به آبروی این رو که ما میگیم این دستار سیستان و دریابید وقتی که گفتن برای سیستان و بلچستان استاندار ویزه انتخاب میکنن دل ما خیلی امید باشه امروز بعد خدا امید مردم سیستان به فرموندار به بخشدار و بعدش هم به استاندار و رئیس جمهور ما ممنونم که حرفامونو گوش کرد سپاس گذارم دست شما در نکنه آموزش و پرورش بخشنامه تهدیدامی علیه معلمانی که در تجمعها شرکت میکنند صادر کرده بر اساس تصاویر بخشنامه هایی که محمد حبیبی سخنگوی کانون سنفی معلمان در توییترش منتشر کرده اداره آموزش و پرورش معلمانی رو که در تجمعها و تحسنهای سنفی شرکت کنند به برخورد تهدید کرده در این بخشنامه ها از مدیران مدارس خواسته شده معلمان رو به صورت حضوری و غیر حضوری توجیه کنند و به اونا اعلام کنند که حضور در تحصن یا تجمع در داخل یا خارج مدارس خلافه. آموزش و پرورش همچنین تهدید کرده معلمانی که در تحصن و تجمع شرکت کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشند. در دو ماه گذشته معلمان ایران در اعتراض به عدم اجرای طرحهای رتبه بندی و همسانسازی پنج تجمع سراسری برگزار کردند در همین حال شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان اعلام کرده به دلیل شیوع بیماری جدید تحسن و تجمع در روزهای 23 تا 27 بهمن به تحسن و تجمع سراسری در روزهای سیوم بهمن و سوم اسفند تغییر کرده و در آن زمان برگزار خواهد شد معلمان هفته گذشته سه روز جلوی ساختمان وزارت آموزش و پرورش تحسن کردند و در نهایت با دخالت مزدوران رژیم پراکنده شدند و تعدادی از آنها هم بازداشت شدند در حال حاضر وارد سومین ماه از اعتراضات و تجمعات سراسری معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور شدیم درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید